اگر چشمه جوشان عشق تو در دلم نمی جوشید، خزانی را که پشت سر گذاشتم از یاد نمی بردم، و اگر شکوفه نگاهت در چشمم نمی شکفت، بهاری را که در پیش رو دارم نمی دیدم. حضور تو تأییدیست بر تمام زیبایی ها و غیبت تو پایانیست بر تمام خوبی ها. گفتم یادی از دوست عزیزمون جناب مسعود فردمنش بکنیم. سلام و درود بر شما بینندگان خوب جاودان شو و تلویزیون اینترنشنال جام جم. از لس آنجلس در خدمتتون هستیم در استودیوی جام جم. به اتفاق همه همکاران و دوستان درود دیگر میفرستیم در این وقت و زمان، هر کجایی که دنیا که هستین و برنامه ما رو نگاه میکنید. خوشحالیم که با ما هستید و میخواهیم طبق معمول جاودان شو به سراغ موضوعات متعددی بریم، موضوعاتی از بخشهای اجتماعی روانشناسی. داشتم چندی پیش فکر میکردم، همونطوری که هفته پیشم بهتون گفتم آخر برنامه که با خانم دکتر فوجان زینی نشسته بودیم، به فکر این افتادیم که چرا ما سختمونه، بعضی از ما، شاید اکثرمون سختمونه به کسی که دوستش داریم بگیم دوستت دارم. یه زمانی داشتم فکر میکردم که خب دیگه قدیما اینطوری بود، سالهای اخیر اینجوری نیست دیگه. الان دیگه مردم یه جورایی خب طبق معمول وقتی اون گرده برداری فرهنگی انجام میشه و اتوماتیک وار یه تغییرات فرهنگی و اخلاقی و رفتاری در ما شکل میگیره، احساس کردم که این موضوع هم خب احتمالاً کمرنگ شده باشه. ولی خب گوش و کنار شنیدم، بازم از دوستان میشنیدم که گله داشتن از این داستان. و وقتی که به سطح شهر لس آنجلس رفتیم و دیدیم که همچنان این داستان سر جای خودش هست و همچنان آقایون نظرات خاص خودشونو دارن، خانوم ها هم به نوعی و به شکلی نظر شما رو خیلی دوست دارم بشنوم. فکر میکنید که اگر کسی رو دوستش دارین باید بگین دوستش دارین، یا اینکه اگه بگین انتظاراتش زیاد میشه، به نوعی رفتارش شاید تغییر بکنه، یا اینکه وقتی که مطمئن باشه که شما دیگه دوستش دارین کارایی بکنه که به نوعی شما اذیت بشین، از نظر روحی بهتون فشار بیاد. نمیتونم، چرا اینجوریه؟ و دوست داشتن یکی از زیباترین حسهای انسان هست، و وقتی که شما یکی دوست داشته باشین اون لذت بخشترین احساسی هست که میتونه وجود داشته باشه. قبل از اینکه برم به سراغ گزارش شهری، دوست دارم نظر شما رو بشنوم. اگر شما هم جزو این دسته ای هستید که کسی رو که دوست دارین بهش نمیگین، ترجیح میدید با رفتارتون نشون بدین، خب البته اون هم یک نوع دیگری است. از نظر روانشناس ها ابراز دوست داشتن رو چند تقسیم میکنن که در طول برنامه امروز میخوایم بهش بپردازیم و ببینیم که به چند روش میشه دوست داشتن رو ابراز کرد. ولی اگر شما جزو اون دسته افرادی هستین که نمیگین دوستت دارم رو، نمیگین یا کم میگین، یا فکر میکنید با کارهای دیگه‌ای که میکنید کافیه، خب دارید نشون میدین دوست داشتنتون رو پس کافیه، و یا اینکه شما جزو اون دسته افرادی هستید که گله دارید از طرف مقابلتون که چرا بهتون نمیگه دوستت دارم، خیلی کوتاه خواهش میکنم، تمام خطا داره پر میشه، خیلی کوتاه نظرتون رو بدین و بگین که شما جزء کدوم دسته هستید، میگین دوستت دارم یا نمیگین، یا اینکه گله دارید از طرف مقابلتون که بهتون نمیگه. بیایید با هم یه گفتگوی کوتاه بکنیم. برای هر نفر فکر میکنم اگر 20 ثانیه تا 30 ثانیه وقت بگذاریم خیلی کوتاه مختصر مفید بخواد به ما نظرش رو بگه، خیلی عالی هست. پس دوستان عزیز بیایید و نظرتون رو در ارتباط بفرمایید. خب قبل از اینکه برم سراغ خطوط، تماس بگیرید، خطا بذارید پر 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 بشه و بعد میام خدمتتون. زنگ بزنید دیگه، چون منتظرین، چون منو نگاه میکنید، تلفن رو بردارید نظرتون رو بگید اگه براتون جالبه، چون این موضوع من میدونم خیلی برای ایرانی ها مسئله ساز بوده و هنوز هم هست. در برنامه امروز در کنار خانم دکتر فوجان زینی خواهیم بود
و البته ایشون رو تلفنی داریم. در کنار این داستان خانم الهه یوسفیان که همیشه پای تلفن بودن امروز با ما خواهند بود در استودیو و نظرات ایشون رو میشنویم و خواهیم دید که ایشون چه نظری دارند، چون گاه گداری دیدیم که نظرات مختلفی دارند کارشناسای روانشناس. و بعد مطالب جالبی برای من میاد. مرسی از همه شما عزیزان که ایمیل میکنید و شعرهای و متنهای زیبایی رو میفرستید. اگر هر کدوم از شما عزیزان باز هم مطلبی دارید، چه میخواهید ایمیل بکنید، چه میخواهید به روی خط تلفن بیاید و نظری بدید، لطف کنید ما رو مزین بکنید، با لطف خودتون مطالب زیباتون رو بفرستید و یا اینکه روی خط تشریف بیارین و بگید ببینم که چه چیزی دارید برای ما. با توجه به موضوع برنامه میخواییم امروز در مورد دوست داشتن، ابراز دوست داشتن صحبت کنیم. هفته آینده میریم به سراغ مطلب دیگه ای که چطور میتونیم همسران و یا دوستانی که از هم فاصله میگیرند چطور میشه، به چه روش هایی میشه به هم دوباره نزدیک بشن وقتی که در کنار هم قرار میگیرن. پس از مدتی امکان داره که یک اتفاقاتی پیش بیاد و یک فاصله پیش بیاد و هر دو در کنار همن ولی کمی از هم با فاصله، ولی چه میشه کرد که باز هم اینها در کنار هم قرار بگیرن و این مسیر زیبا رو که قرار هست با هم بپیمایند چگونه بپیمایند که بهتر باشه. سلام دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه جاودان شو. بار دیگر هستیم در خدمت شما در سطح شهر لس آنجلس تا بریم سوال این هفته برنامه رو از هموطنان عزیزمون بپرسیم. چرا بعضی وقتا بعضی از ماها ابراز احساسات نمی کنیم به پارتنرمون؟ چرا احساسمون رو بیان نمی کنیم؟ به عبارت دیگر اگر دوستشون داریم چرا نمیگیم که دوستشون داریم؟ میخوایم بریم و ببینیم مردم ما در این مورد چی فکر میکنن. خواستم از شما بپرسم شما سینگل هستین یا متأهل؟ نه، من با در حال حاضر با یه خانومی زندگی میکنم و نامزد کردیم با هم. با امید خدا در آینده بتونیم زندگی و مشترک رو شروع کنیم. آیا شما به خانومتون یا به پارتنرتون هیچ وقت جمله دوست دارم رو میگین؟ فکر کنم در طی روز 10 بار یا 15 بار این رابطه رد و بدل میشه. ایشون چطور؟ حتما. خب چرا فهم میکنیم بعضی از ما خانم ها یا آقایون برامون سخته که بخوایم محبتمون رو لفظاً بیان کنیم یا جمله دوست دارم رو به زبون بیاریم؟ فکر میکنم اینطوری که از قبل بوده، بعضی ها عقیده دارن که گفتن دوست دارم طرف مقابل رو یک مقدار خودمونی تر بگیم پرروش میکنه، ولی تجربه همه اونایی که موفق بودن تو زندگی مشترکشون اینو ثابت کرده که ابراز علاقه مستقیم چش تو چش اینو ثابت میکنه که رابطه ها قوی تر میشه و دو طرف انرژی بیشتری رو توی زندگی مشترک میگیرن. فقط همین میتونه باشه، چرا نگیم؟ شما فکر میکنین که آیا با آوردن گل یا نشون دادن اموشن و احساسات به جور دیگه یا به نحو دیگه بدون اینکه آدم بیانش بکنه اون چقدر تاثیر میتونه بذاره؟ ببینید اینا من فکر میکنم همش مثل این میمونه که توی مدرسه زمانی که کار خوب یا انجام میدیم کادو میدن، جایزه میدن، ستاره میدن، آفرین میدن، این چیزها رو داریم. زندگی مشترک هم دقیقا همین میتونه باشه.